که طراح از مقوله عشق در کنکور مستقیم و غیر مستقیم به ما سوال بده. امروز اومدیم گفتیم قرار لغت رو به چه شکل حرکت کنیم، درس به درس در داخل متن. هر هفته چند تا درس خواهیم داشت. گفتیم که در دفعه بعد کلاس ما از ساعت 9 تا ساعت 13 است، 4 ساعت که به سه قسمت تایم تقسیم میشه، قسمتی آرایه، قسمتی دستور، قسمتی قرابت و لغت. گفتیم املا و تاریخ ادبیات رو چه خواهیم کرد و چه برنامه میدیم و اینکه میانگین خوندن درس شما طول هفته چند ساعت باشه به تو ربط داره، ولی میانگین برای مباحثی که تدریس کردیم مشخصه در چه برهه‌ای باید بخونیم. حالا میخوایم سوالی از شما بپرسیم و چت رو میخوایم وضع کنیم، باید به ما بگید که همه جواب میخوام و همه جواب میخوام. به من باید بگید که الان در آرایه با یک آرایه شروع کردیم، مجاز. باید به من بگید در قرابت که استارت زدیم و مقولش رو شروع کردیم با مقوله عشق. به من باید همه جواب بدید یک صدا و ببینیم شما کجای کارید. بگید به من تا الان آنچه که شنیدی رو چقدر خوب یاد گرفتی. چتتون وصل میشه، من قرار رو ببینم. از همه انتظار جواب دارم. نگاه کنیم. دانش آموز میگه جگر زلیخا شده. استاد من تو مرحله 50-50 هستم. استاد منی که صفرم عالیم. این خیلی مهمه، صفره ولی حالش خیلی خوشه. و عرضم حضور شما که استاد تعریف ها رو دارید، عنوان ها رو خودتون میبینید و اینکه استاد متوجه شدم کجای کارم. استاد تو مرحله 50م، استاد تو مرحله 80م، استاد لوکسم، لاکچریم و لشکر مرداد هستیم. استاد ما دمتون گرم. و فعلا چت قطع. پس عزیزان حواسمون باشه که ما قراره هم قرابت، هم لغت، هم املا، هم تاریخ ادبیات، هم دستور، هم آرایه رو مو به مو بررسی کنیم. عزیزان سوال میپرسن استاد من در نکته و تست بشینم چند درصد میزنم؟ اونایی که طول هفته چند هزار نفر فقط این سوال پرسیده. عزیز من، سوال چند درصد میزنی که اشتباهه ما این حرفو بزنیم. وقتی میانگین رتبه‌های برتر کنکور مخصوصا در تجربی بین 60 تا 70 درصد بوده، ما میگیم شما اگر تابع حرف ما باشید حتی میتونید آنچه که میگیم رو پیاده کنید، حتی میتونید بهتر از رتبه های تک رقمی درس ادبیات رو بزنید. و نمونه محدثه که اومد صحبت کرد، نمونه محمد امین اومد که صحبت کرد که فقط در نکته و تست بوده و محدثه میگه من رشته دلخواه قبول نشدم، اگه اشتباه نکنم محدثه با مدیه رو عرضم بود شما، ولی استاد ادبیات 65 زدم، بهتر از رتبه یکی تجربی زدم. محمد امین رشته انسانی رتبه 800 خورده ای و میگه من ادبیات تخصصی رو بالای 90 زدم، حتی با نکته و تست حرکت کردم. نمونه اینها زیاده و شما میتونید اگر بخواید، مطمئنا میتونید. خب عزیزان، شما در تر اردیبهشت احتمال خطا ندارید. یعنی شما استاد، یعنی اگه عزیزی بگه استاد ببخشید این هفته من کمکاری کردم، سر موقع نخوندم، همین الان رو که بوسکنده بهت بگم بی خیال کنکور امسال شد. از همین امروز همت قوی، تلاش مضاعف میذاری برای کاری که بهت میگم انجام میدی. درسته همه درس ها رو داری، ولی کسی سر موقع آنچه که میگی ما انجام بده مطمئنا نتیجه عالی میگیره. استاد لغت میخونیم بعد روش تستی لغت خواهیم داشت؟ بله. املا؟ بله. به چه شکل با لغت برخوالی؟ اول تویی در لغت و در املا. تا تو نخوای من نمیتونم کاری بکنم. در آرایه اول منم، بارو برات بلند میکنم، رودوشت میذارم، بعد دوباره چند هفته بارو با تو میگیرم که تو راحت حملش کنی. در دستور هم به شدت بیشتر، در قرابت هم به همین شکل، ولی در لغت اول توی، بعد من کمکت میکنم. اول حافظه توه.
و لغت نبود یه باری خونده بشه، روزی یه درس یه درس برای کسی که لغت کمکاری کرده. واسه یه لغت اگه دو سه تا معنا داره باید همه‌شو نگاه. امروز لغت درس یک رو خوندی، فردا میخوای درس دو رو بخونی، اول باید یک رو دوباره 5 دقیقه 10 دقیقه با چشم مرور کنی بعد دو رو بخونی. روز بعد میخوای سه رو بخونی یا سومین درس رو بخونی، اول یک و دو رو باید نگاه کنی بعد سومین درس رو نگاه کنی. یعنی هر بار که اضافه میشه قبلی رو نگاه کنی. تست از لغت فعلا نمیزنم، فعلا کاری که میگم انجام بده تا تو رو وارد اون مبحث کنه.